سلام به شما بینندگان عزیز تاک شو، سلامی دوباره. امیدوارم که از قسمت اول برنامه تاک شو که با حضور اندی عزیز بود لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه و دعوتتون میکنم به این قسمت، قسمت دوم برنامه. مهمان دیگر این ساعت برنامه سرکار خانم شهرزاد سپانلو هستن، هنرمندی مهربان با شخصیت و مادر و همسری نمونه که بعد از مدت ها دعوت من را قبول کردن و به برنامه تاک شو آمدن. سلام دوباره دارم به شهرزاد خانم عزیز. سلام آقای سپرمند عزیز، امیدوارم که خوب باشین که ماشاءالله هم هستین. خیلی ممنون، مرسی. و سلام به همه شما عزیزان هر کجایی که هستید. خیلی خوب شهرزاد خانم، یک بار دیگه عرض کردم که مهمان برنامه من هستم. شما برای فعالیت هنریتون یک معیار به خصوصی رو قبول دارید و سبک موسیقیتون هم شما به گونه ایست که نه اینکه بگم برای نایت کلاب شاید شما خودتون هم نخواهید که در این مکان ها برنامه ای رو اجرا کنید. این فضایی که شما برای خودتون در یک چارچوبی انتخاب کردید خاص خودتونه یا اینکه محیط اینجور میخواید خودتون رو با محیط به یک گونه دیگه معرفی کنید؟ نه یعنی اصلا هیچ چیز خاصی واقعا اینجوری نیست که مثلا راجبش بشینم فکر کنم که مثلا من حالا مثلا فرمول خاصی رو بخوام بنویسم برای کارام. واقعا هر آهنگی یا شعری که به دلم میشینه روی اون کار میکنم. زیاد فکر این نیستم که مثلا حالا مارکت ممکنه چی بخواد یا چی ممکنه مثلا بین مردم بیشتر پاپیلار بشه. بیشتر کارهایی رو انجام میدم که به دلم میشینه و کارم تا الان همین بوده، حالا هر سبکی باشه یا نباشه. دقیق. ببینید من البته اون یک دیگه یکی از دوران فعالیت‌های هنری شما بود، فعالیت با گروه سریوت، و اون یک طوری بودش که ارائه آلبوم‌ها، ارائه آهنگ‌ها و ترانه‌ها به گونه‌ای بودش که در کنسرت‌ها میشد اجرا کرد. بله. اینو ولی به هر حال وقتی که شما خودتون مستقر شدید، خواستید که خود شهرزاد سپانلو باشی، سبک کارتون هم تقریباً یک سبک خاصی بود، یعنی یک چارچوب خاصی رو برای خودتون انتخاب کردید. آیا در اون زمانی که شما با گروه سیلویت بودید آیا هر انتخابی هم میشد از طرف دوستانی که دست اندر کار بودن شما اجرا میکردید، یعنی که نه خاص خودتون هم در اون قضیه مطرح بود؟ خوشبختانه من با گروه سیلویت موقعی آشنا شدم که آهنگ ها نوشته شده بود و فقط باید میرفتیم تو استودیو میخونیم. برای من تونستم مرور بکنم، آهنگا رو گوش بدم و به نظر من به خصوص حتی برای امروزم آهنگا از زمان خودشون جلوتر بودن، چه از نظر شعر، از نظر آهنگ تنظیم، همه اینا. برای همین من هیچ مشکلی با هیچ کدوم از آهنگا نداشتم و خیلی هم خوشحال بودم که اونا رو بخونم. یعنی هیچ موقع به این فکر نیفتادید که نه اصولا اینو میخوام ازتون شهرزاد خانم بپرسم که آیا شما دوست میداشتید یا دوست دارید که شهرزاد سپانلوی باشه مثل دیگر خانم های خوانندگی که توی موسیقی پاپ فعال هستن تو اون سبک باشی، یا یعنی اینکه نه شما برای خودتون هم تو که اشاره کردم یه فضای جداگانه ای رو برای کارتون دارید؟ من از میدونین من باید دو مرتبه شما یه جوری سوال میکنین من یه جواب نه. من اینا همه اتفاقیه. یعنی وقتی یه نفر میگه چقدر کارات متفاوته، به نظر من کار من اونقدر متفاوت نیست. یعنی آره سبک‌های مختلف داریم، ولی تو موسیقی آمریکایی هم هزار جور سبک هست، پاپ، راک، فوک میوزیک. یه نفر با یه گیتار میاد فقط میزنه، یه نفر با یه بند 10 نفره مثلا پشتش هست میزنه. این فقط هر کسی داره کار خود کاری که دوست داره رو انجام میده. حالا من بگم من نمیخوام مثل اونا باشم یا میخوام مثل، من اونجوری فکر نمی‌کنم. من اتفاقا دلم میخواد که آهنگای من مثلا یه جوری بودش که به دل همه میشست و مثلا میتونستم در یک جای خیلی بزرگ کنسرت بذارم، ولی اینجوری که به نظر من الان میاد کنسرت های خیلی بزرگ الان فقط
داره میره برای آهنگایی که خیلی شادن و آهنگای رقصی و اینا. خب آره همینو دارم درسته. میگم در این رابطه در گذشته شما گذشته هنری شما با سیلویت بله. همین سبک بود و شما فضای اونو داشتید. آره آره تو کنسرت ها و مهمانی ها و میشد بله. البته هنوزم میشد اون سیلویت اولی که ما درش بودیم زیاد ولی پاپ نبود، یعنی هنوز خیلی ها بودن که میگفتن اینا به درد رقص و این چیزا نمیخوره این آهنگا، ولی اگه توی کنسرتی بود میشست میشد آره خیلی آپ بیت بودش و تمپوش بالا بودش و اینجور چیزا بله. بعد از این نف میگم فقط خودم رو نمیدیدم در قالب کسی که مثلا بخواد مثلا چه میدونم یه جور آهنگایی بخونه که خب باید همون قدم بری رو صحنه و نمیدونم شاید خیلی باید از نظر فیزیکی هم مثلا میدونی یه تیپ خاصی رو میخواد. من اون تیپ خواننده شاید نیستم. آها میدونی، یعنی من بیشتر دوست دارم کار آروم‌تر باشه، بیشتر توجه بشه به اون شعری که داره خونده میشه یا اون نوازنده‌ای که داره میزنه، میدونی. خودم وقتی میرم کنسرت معمولا میشینم و به تک تک آدما دقیق نگاه میکنم، گوش میدم. الان در اون چیزی نیستم که بخوام مثلا یه گروهی باشه که خیلی شلوغ باشه و لاود باشه و اینا، اون تیپ منه نیست. میدونیم آره. خب ولی خب به هر حال شما بر هر کدوم از این آلبوم ها، هر کدوم از این ویدیو ها، هر کدوم از این ترانه ها هزینه ای رو متقبل میشید. بله خب بله. این دید شما برای آینده چه دیدی؟ یعنی اینکه بالاخره من روزی این هزینه های من تامین میشه یا اینکه نه من دارم به خاطر دل خودم دارم این کارو ارائه میدم؟ حقیقتش اینه که باید قبول کرد که این کارا درش به صورت پولی، یعنی بازسازی نیستش، پولی نیستش. پس با خودم کنار اومدم که این کارهایی که دارم انجام میدم، البته خب یه مقدار فروش داره اون که حرفش نیست، ولی اونجوری که آدم زندگیشو بچرخونه قبول باید کرد، من کردم که این موزیکی که من رفتم دنبالش و توش فعال هستم پولی به اون صورت در نمیاره و برای همین باش کنار اومدم و زندگیمو یه جوری ساختم که میتونم موزیک رو در کنار زندگی معمولیم هم داشته باشم. هر چند سال یه بار یه آلبوم بدم بیرون، طرفدارای خودم رو دارم که واقعا منتظر هستن، خیلی هم منتظر و همش پر اشتیاقن که آلبوم بعدی کی میاد و کنسرت های کوچیک هم میذارم. بله. این زندگی منه، این روالیه که الان دارم میرم. یعنی پس به این نتیجه میرسیم که این روش و این سبک سبکیست که شهرزاد سپاندو برای خودش انتخاب کرده. خیلی من راضی ام ازش. از نظر فیزیکی هم که شما اشاره کردید خواننده ای نیستید که در صحنه اون شور و هیجانی باشه یا بخواد اون موزیک پاپی رو باشه که مردم رو باعث شادی و من رقص. هیچ پرابلمی با مثلا اینکه آدم رو صحنه برقصه، گروه داشته باشه اتفاقا اصلا ندارم و میدونم هم که اگه بخوام میتونم از پسش بر بیام. 100 درصد منم همین دارم. آره اتفاقا خیلی هم عالیه، یعنی آدم کیف میکنه که رو سن مثلا همین چند یکی دو ماه پیش از UCLA بودم، دو شب پشت سر هم برنامه داشتم. یکی دو تا از آهنگای تونترمو که خوندم، آهنگ با تو، 1001 شب، خودم یعنی اصلا بدون اینکه از خودم بفهمم داشتم خیلی، یعنی روی سن از این ور به اون ور، یعنی آدم نمیتونه همجوری خوش وایسه که وقت ریاکشن مردم چی بود؟ مردم همه پا شدن، بچه‌هایی که UCLA میرن اومدن رو سن داشتن میرقصیدن، یعنی خیلی خوب جالب. بود خیلی عالی هستش توی یوتیوب اگه دوست دارین بذارین به نام UCLA آهنگ با تو رو دارم اجرا میکنم. آره اگر رفت کردم بله. برای همه این خیلی هم عالیه، ولی خب بیشتر آهنگام خودم که مرور میکنم میبینم آهنگ آرومتر ملایمتری هن. اون انتخاب خودتون. آره. ولی خودتونم خیلی قشنگه اشاره کردن که بله اگر من بخوام این تواناییشو دارم که هم روی استیج بتونم از نظر فیزیکی اون فرمت رو داشته باشم و همین که بتوانم دیگران رو به شادی و رقص بازم. و چرا که نه، چقدر هم خوبه. چرا نمیخوایی انجام بدی؟ هنوز وقت هست، هنوز وقت هست. یه چیزی گفتی نه بگم؟ بگیم خانم شهرزاد خانم داشتیم صحبت میکردیم گفت من فعلا دارم با بچه های جوون ایران کار کنم. خودشون میگفتن دیگه، ما میگیم بچه های جوون، شما خودتون گفتید شهرزاد خانم. البته ما شکست نفسی میکنیم، شما زیاد باور نکنیم ما چی میگیم. به هر حال خب خود خیلی خوشحالم، ولی نمیخوایم واقعا
همین موردی که در یو سی ال پیش اومد سبب بشه در آینده بخواین یکی دو تا از این کارا رو ارائه بدین؟ نه جدی میگه پرسن. ارائه بدم کجا یعنی؟ یعنی به صورت موزیک ویدیو باشه یا به صورت سینگل ارائه بدین؟ اگه شد شد. ولی آره، مشکلی نداره، من اصلا ضد هیچ چیزی نیستم، علیه هیچ، همه چی خوبه. اولین آلبومی که به صورت مستقل ارائه دادیم با خیلی از آهنگسازان و ترانه‌سرای بسیاری همکاری داشتید. میتونم از پدر یاد ببرم، محمد علی سپانلو، زویا زاکاریان، پاکسیما زکی پور، خانم ماما پرتو نوریالا، فرزین فرهادی آهنگساز. بله، یکی یه بازخوانی از یکی از آهنگای خانم گوگوش خلوت رو داشتیم. خلوت بود، درسته. خانم گوگوش هنوز به آمریکا نیامده بودن. بله، یکم از اون بازسازی خانم گوگوش بود. ولی اون آهنگ میرداماد که کار پدرم هست، جناب محمد علی سپانلو، خیلی گل کرد. خیلی. قبول دارین شما؟ بله. هم پدر بعد در ارتباط با موزیک ویدیوش هم مثل که همکاری داشتن در ایران. بله. یا یه مقدار موزیک ویدیو رو شما اینجا فرستاده بودین یا اینکه من با آقای واهی که پیرهمزه‌ای رو این ویدیو کار کردم. بله. که خودش هم هنرپیشه است و فیلم سازه، و واهی از من خواهش کرد که با تماس بگیرم، بگم از کوچه پس کوچه‌های تهران برامون یه مقدار فیلم بفرسته، ویدیو بگیرم. بله. این کارو کردم. بله. موافقین که یادی از مروری بگذشت؟ بله. بله. میریم به میرداماد با صدای شهرزاد سپانلو، کاری از محمد علی. آسمان آبی آن سوی عصر غربت تسلیم.
تصویری از رفاقت پیوندهای پیشی بحر تو می سرایم از خود برون می آیم لبهای بسته هم را یک لحظه می گشایم ای سرزمین دیری بحر تو می سرایم از خود برون می آیم لبهای بسته هم را یک لحظه می گشایم ای سرزمین الان خیلی عزیزم آخ اینجا رو میدیم بله بسیار زیبا با صدای شهرزاد سپاندو آهنگ از فرزین فرهادی شعر از پدر شهرزاد سپاندو آقای محمد علی سپاندو سلام و خدمتشون برسید دوست داریم مرسی خب شهرزاد خانم در تجربه کاری شما در یکی از آلبوماتون به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی هم کاری رو اجرا کردید. تا چه اندازه موفق بود؟ در بین جامعه خودمون بله. خوب ببینید به نظر من خیلی خوب بود. برای اینکه الان خیلی ها هستن که راجع به این آلبوم صحبت میکنن. بله. جالب اینه که چند سال میگذره و بعدن این آلبوم ها شنیده میشه میدونین چون که من هیچ وقت خب به اون صورت شاید اون پروموشن کمپینی رو که مثلا بقیه بعضی از خواننده های دیگه دارن که تا آلبوم پخش میشه همه میدونن راجبش و اینا اینطور نیست اینا بیشتر از طریق طرفدارام بقیه آشنا میشن با کارا مثلا تو اینترنت میذارن تو فیسبوک شیر میکنن یه مقدار طول میکشه این قضیه و چیزی که من شنیدم خیلی مثبت بوده خیلی خوب بوده و خوشحالم از اینکه میبینم که با اینکه به زبان مختلف بوده مردم ایرانی دوست داشتن این کارو ببینید شهرزاد خانم سپاندو شما به هر حال جامعه ایرانی رو بعد بهش اطلاع رسانی کرد میدونید من واقعا خودم به شخصی هم به هنر شما هم به شخصیتتون واقعا احترام میگذارم و خیلی هم علاقمند کارهای شما هستم خیلی ممنون اینو به واقع میگم توی ته این چند سالم ثابت کردم و حاشا منتهای مراتب متاسفانه اطلاع رسانی شما کمه نه اینو جدی میگم داشتین الان گله میکردین آره که نه این شما توی UCLA برنامه داشتید من اگر میدونستم واقعا میامدم من نمیدونم چرا شما در ارتباط به مسئله روابط عمومیتون اینقدر کم کارید نه چرا واقعا شهرزاد خانم شما به هر حال هم صاحب صدای خوش هستید هم بسیارم با شخصیت یک مادر نمونه یک همسر نمونه چرا در این رابطه یه مقداری کم کاری میکنید فکر میکنید که این غرور شما شکننده میشه اگر فرد بفهمید به مدیر یه تلویزیونی یا یک برنامه گذاری یه برنامه سازی تماس بگیرید یا همچین موردی هستش فکر میکنید چی میشه چی نه به خاطر غرور اصلا نیست فکر میکنم مردم خودشون اطلاع نگی نه خب به هر حال باید یه اطلاع رسانی باشه من اگه میدونستم که شما در UCLA برنامه داشته حتما میامدم میدونم راست میگیم و این که شما به هر حال هر از چنگایی در صحنه حاضر میشید و اینقدر ساکت میرود و ساکت میایید که فکر نمی کنم راست میگین اون کار درستی نیست این چرا شما چه علتی داره شما بگین چه علتی داره آیا در گذشته کاراتون رو به کسی سپرده بودید آسیب دیدید از این به بعد دیگه نمیخواید تراست کنید به کسی آسیب نمیتونم بگم ولی ببینید خیلی مثلا قول و قرار آدم شنیدم از اینو که نشده که اصلا مثلا بعد از این مدتی اصلا انگار این حرف رو زده نشده و اینا و آدم خب یه مقدار دلسرد میشه از اون کاری که توش هست مثلا اگه شما حس بکنین که حرف مردم انگار هیچ چیزی نداره پای اساسی نداره خب ولی خب UCLA شما قطعی شده بود بله خب بعد من این اطلاع نه این بودش که حالا مثلا من به همه خبر بدم
که چی میشه مثلا فوقش؟ خب بابا میان مردم نگاه میکنن بعد سولداد میشه. خب سولداد تقریبا شده بود. خب بفهم. کاری که میشد کرد و باید شاید میکرد این بود که مثلا با رسانه ها تماس میگرفتم که میومدن و مثلا ضبط میکردن به صورت پروفشنال. واقعا من خودم به سهم خودم تا اونجایی که اطلاعاتی دارم با توجه به خب هزینه‌ای که داره ممکن بود این رسانه ها اون کارو نکنه چون هزینه میبره حقیقت قضیه، ولی به همون انانس یک پیام یک آگهی یک اطلاعی رو که شما از طریق همین رسانه میدادین خب خوب بود. بله درست میگین و انشالله دفعه دیگه انشالله دفعات آیا تکرار نشه. چشم. خب شهرزاد خانم سپان روی عزیز، شما هم یک مادر هستید و یک همسر که چند بارم من در صحبت هم اشاره کردم، امیر آقای دکتر امیر همسر گرامیتون آقای دکتر امیر فصیحی میدونم مشوق شما در کاراتون هستم. خب میدونم یکی از سرمایه گذارهای کارهای شما جان دکترم همسر گرامیتون هستم. موردی پیش نیومده بگه شهر ساد دیگه بسته؟ نه هرگز قطعا هیچ وقت همچین موردی پیش نیومده و خیلی هم خوشحالم از این قضیه، برای اینکه اگه هم کسی به من بگه بسته من که دیگه من بسته میکنم کاری رو که با اینقدر دوست دارم و بهش علاقه دارم. بله بخشی از هویتمه، وجودمه و برای همین غیر ممکنه که من بذارمش کنار، ولی خدا رو شکر که اصلا این مسئله پیش نیومده که ما روش صحبت بکنیم. خب حالا شما به هر حال برای خودتون در یک مقیاسی در یک فضایی هستید، هیچ کار نشده این فعالیت هنری شما، حالا خب یکی دو تا کنسرت خارج از امریکا داشتی، بله، به گونه باشه که یک فاصله ای تو خانواده ایجاد بشه به خاطر فعالیت های هنری تو، که مثلا خودتون بگین چرا من بچه هامو به گذاشتم. نه نه نه، خب جالب اینجاست که یکی از دلایلی هم که شاید به اندازه کافی فعال نیستم چون که خودم خانوادم رو اول میذارم، بچه هامو اول میذارم. خب خیلی تو این مدت 4-5 ساله به هر حال هر چند ماه یه دفعه یه آفرایی میاد، یعنی که مثلا حتی ملیجا دعوت شدم برم. بله هستن اینا و من میتونم خودم رو بندازم توی این مسیر که ممکنه در آینده هم این کار رو بکنم وقتی که مثلا شاید بچه خود بزرگتر بشن و اینا. ولی الان واقعا خودم شخصا برام سخته که بچه هامو مثلا بذارم و سفرهای طولانی بکنم. صحیح. واقعا برام سخته میدونین. اصولا اصلا آدمی هم نیستم که از سفر خیلی خوشم بیاد. هواپیما و این 10 ساعت سوار هواپیما بشم اصلا، یعنی نمیدونم، اصلا خودم زیاد عاشق این کار نیستم. عاشق سفر کردن. خب اگر فرض بفرمایید که در یه شرایطی قرار گرفتین که آفرای زیادی پیشنهادهای زیادی برای کنسرت از لغات مختلف دیگه آمد. اونا رو آره اگه بحس کنم که خانواده‌ام همه خوبن و مشکلی پیش نمیاد، حتی اگه زیاد از سفر کردنم خوشم نیاد به خاطر اینکه بتونم اجرا بکنم در جاهای بزرگانه حتما این کار انجام میدم و قبول خواهم کرد. مستلزم این هستش که گفتیم که بچه ها در یک شرایطی یه مقدار بزرگتر باشن یا با من خودشون سفر بتونن بکنن. ولی الان سخت این کار و من ترجیح میدم که اول اونان که برای من مهمن. چند عکس از شهرزاد خانم سپانلو خواهش کردم که محبت کنن از خانواده در اختیار من قرار بدن. بله البته این بچه ها کوچیک بودن. نه البته بچه این حدود 1-2 سال پیشه. ماشاءالله چقدر داره عکسای بعد میبینیم. آره بزرگ شدن. آره در دکتر همسر گرامیش بله. میبینیم اینجا دیزنی لند با هم دیگه رفتیم. بله چند ماه پیش این دختر کوچیکتونه؟ کوچیک آیلا و لیلی که بزرگ است. این لیلیه. این لیلی. بله لیلی یه مقدار بور و سفیده. بله اون دفعه دیدمش. بله اینم آیلاست. آیلا خانوم و بالاخره آخر ما ستا این مالکه این حدود 1 سال پیش بله و این هم جلدیه آلبوم جدیدم این از آنه مهم آره این از آنه مهم صحبت کنیم چی شد این از آنه مهم تره اسیان حتما صحبت میکنیم. شهرزاد خانم شما با بچه های ایران که در ارتباط با شعر و ترانه و آهنگ در تماس هستید چی میبینید؟ موزیک پاپ در ایرانو
خواننده ها رو، هنرمندا رو، موزیسین ها، آهنگسازا چی میبینید؟ با توجه به اینکه یه عده‌شون در یک چارچوب مورد تایید وزارت ارشاد بله، کار میکنن بله. یه عده‌شون به قولی زیرزمینی. بله بله. من کیفیت کار رو خیلی دوست دارم. کارهایی که از ایران میشنوم به نظر از در کیفیتی خیلی خوبن. تعجب میکنم حتی موزیک ویدیو هم خیلی خوبن. شاید بعضی از سبکا رو دوست نداشته باشم، این یه نظر شخصی منه. بعضی رو دوست دارم بعضی رو ندارم. بله. شعرها قشنگن. بله. خیلی پرمحتوان. ترانه سراها خیلی به نظر من قوین. بله. خیلی زن توشون ترانه میدوسه. بله بله بله. و اتفاقا خیلی هم خوشحالم که در همین آلبوم دو تا از ترک های قوی آلبوم جدیدم توسط دو ترانه‌سرایی که در ایران هستن و دو آهنگساز ایرانی در ایران زندگی میکنن ساخته شده و اون دوتا هم خیلی گل کردن. همینی که در آلبوم وقفه کوتاه هستش. بله. بسیار. در مورد خواننده ها چی شهرزاد خانم؟ کارای خواننده هاشون رو واقعا خیلی خوشحال میشم واقعا اگر میدونید این چهره ها کارشون رو دیدید، صداشون رو شنیدید، اسم بیارید خوشحال میشم. اگرم که نه، اسمی نمیتونم الان واقعا بیارم برای اینکه اونقدر آشنایی ندارم که مثلا از طریق اسم بگم. و اگه کاری کسی رو دوستش نداشته باشم نمیخوام اسم بیارم. نه نه، اونایی که دوست داشتی که بعد میگین دیارتون نمیاد. آره نه واقعا اونقدر به اون صورت مثلا گاهی وقتا میرم تو وبسایت‌های مختلف ایرانی و فقط گوش میدم به آهنگا. اونجوری نیست که حالا بگم این کی بود این کی نبود، فقط یه اینکه آپ تو دیت باشم، یعنی بدونم که چه خبره تو دنیا. و میگم یا آهنگایی هستش که خیلی خیلی بامزه است، جالبه، یعنی اصلا متفاوته و دوست دارم. بعضیا به نظرم یه خود ناله زیاد توش زده میشه. نمیدونم مثلا یه سبکای مثلا که یعنی عاشق و معشوقی به صورت ناله زیاده، نه نه، حتی تیپ خوندن رو منظورم. مثلا بعضی از آقایون به نظر من یه خورده زیادی تو دماغی میخونن. یه خورده صداشون قوی اونجوری که من دوست دارم به شخصه نیست، ولی خیلی هم هستن که صداها خیلی قوی و رسا و نمیدونم هزار جور چیز مختلف هستش. ولی حالا اگه دوست داشتین ویدیوهای جدیدم که حاضر شد میام دو مرتبه و یه لیست از اونایی رو که واقعا دوست دارم بهتون میگم. خیلی خوشحال میشم. البته میدونید همینقدر که اسپردن این چهره از زبان هنرمندای ساکن لس آنجلس یا خارج از کشور به گوششون میرسه، میدونید برای اینا یک قشنگه، یعنی یه انرژی میگیرن. حتما همینطوره. شما میگید در آینده چی میشه؟ در آینده این چهرهایی که حالا شما به صورت کامل باشون فقط از نظر اینکه آپ تو دیت باشید، بله، فکر میکنید تا چه اندازه تاثیر بذارن در کار خواننده های خارج از کشور علل خصوص لس آنجلس؟ تاثیرشو ببینید به مرور زمان دارم میگم. اگر تا دیروز ما فرض بفرمایید با اسم آقای فلانی آشنا بودیم، الان 10 تا آقای فلانی رو آشنا هستیم، آشنا میشیم، باهاشون شدیم، میگیم این چه خوبه. مثلا ما بعضی وقتی که سر نهار با دوستان هستم میبینم اسم میارم، آه من صدای اینو دوست دارم، من صدای اونو دوست دارم. بله. این خیلی کارش قشنگه، میدونید. بله. داره مطرح میشه. بله. بین دوستان و همکاران. شما فکر میکنید که در این به حال در آینده تأثیری میذاره روی کسانی که خارج از ایران هستن، به خصوص در ارتباط با زمینه موزیک؟ قاعدتاً چون که الان خب بیشتر آدم داره، بیشتر خواننده هست، بیشتر آدمای مطرح هستن، کامپیتیشن بیشتر شده. بله. خب در زمینه موزیک اتفاقی که میفته، ماهایی که اینجاییم باید یه خود کوشش کنیم که کارمون کیفیتش بهتر بشه. از چه نظر باید کیفیت کارمون بیشتر بکنیم؟ نمیدونم، از نظر کلام، از نظر موزیک، از نظر اینکه از یه چارچوب، شاید از اون چارچوبش. من فکر می‌کنم شاید ما میترسیم که مثلا از یه ژانر یا یه استایل خاص بیایم بیرون. شاید زیادی مثلا یه چیزای تکراری شده، ولی کلام و اینا نه، یعنی شعرها قویه به نظر من اغلب اوقات. آهنگا میتونه تنظیماش بهتر بشه، یه خود نوتر باشه، یه مقدار تنظیم‌ها قدیمیه به نظر من. بله. انگار مثلا مال 10-15 سال پیشه. اینه که در حال حاضر. نه فقط هم فقط منظورم واقعا لس آنجلس نیست، دارم یعنی کل خارج از کشور. کل خارج از کشور، حتی توی ایران هم میخوام برگردم به اون.
بعضی از تنظیم‌ها به نظر من قدیمی هن. حالا شاید مخصوصاً میکنن، اگه مخصوصاً میکنن یعنی بعضی میخوان یه استایل رترو یا قدیمی به کارشون بدن. حتی منم توی آهنگای جدیدم یک دو تا هستن که مثل سالهای دهه میلادی از 70 میلادی اون ساوند و اون از اونجور گیتار الکتریک گیتار رو استفاده کردم که یه جور نوستالژیکه. اونو مخصوصاً اگه آدم انجام بده خب اون خوبه، ولی من حس میکنم که شاید بعضیا همش توی یه چیز خاص موندن و باید حالا شاید این قضیه که داره این همه خواننده جدید میاد و مطرح میشه کاری میکنه که همه سعی میکنن کاراشون یه خورده مدرن تر و خارج از کشوری ها. بله میشه، یعنی این و خیلی خوبه، چرا که نه، یعنی ما احتیاج داریم به همچین چیزی. خب آقای علیرضا خان قادری، شما UCL رو توانستین؟ میتونم مطمئن این همونه؟ هیچ اشتباه نذاشت. UCL مربوط به همین تازگی. بله بله. حالا آقای علیرضا عزیز، فارس قادری، ببینیم که شرط خالی که Who's the first brave person who can stand up? عزیز. Okay, good. That's great. I'm proud of you. All right guys, let's all dance. It's good for you. شما اجرا کنید ما میام. خیلی خوب. عرض کنم چی شد؟ خوشش اومده. مرسی. تو این دنیا چیزی که کم هست شادیه، هر جوری که آدم میتونه مردم رو شاد بکنه. بله چرا که نه، چرا که نه. بله خب اما شهرزاد خانم سپانلو با یکی از کاراشون، کارهای تازهشون، که این آلبوم منتشر کردش؟ این آلبوم یک حدود یک ماه پیش منتشر شد در اینترنت. بیش اول منتشر شد، یعنی سیدی فیزیکی رو چاپ نکردم. فقط گفتم از طریق آیتونز و سیدی بیبی و از اینجور جاها میتونستن مردم آلبوم خریداری بکنن. بعد همه غور زدن که ما
میخوایم آلبوم دستمون باشه. آه اول شما با از طریق اینترنت، فقط اینترنت مورد استقبال قرار گرفت. بله. و بعد میخواستن اینو بذارن یعنی در سی دی پلیر. چند تا مغازه با من تماس گرفتن، گفتن مردم دنبال سی دیت میگردن. گفتم من فکر کردم دیگه الان همه از آیتونز همه چی رو خریداری میکنن، ولی مثل اینکه خیلی ها هنوز میخوان سی دی دستشون باشه. دقیقاً که دقیقاً. حقم دارن، چون من خودم هم سی دی رو خود شخصا بیشتر. خب طبیعی است که اتومبیل میخواین گوش کنید. بله ما اینو چاپ کردیم و خلاصه الان یه ماه دیگه به حمایت سرمایه دکتر امیر فصیحی، به حمایت خودم، به حمایت خودتون. بله من کار هم میکنم. براوو. پس این سرمایه گذاری شهرزاد سپانلوه و شوهرم با هم دیگه. اوکی. فقط او ایشون نیست ولی من خودم هم شما هم در این قضیه دخالت. درستی. خب میبینم که چند نه تا ترک روش هستش. بله, بله. دیگه دو تا از این کارا مال بچهای دوستان در بله دو تاشون که قراره یکیشون به اسم چیزای کوچیک که خیلی گل کرده و گرفته بله. اونو به زودی ویدیو بکنم، ولی یکی از آهنگا به اسم اوسیان ویدیو شد که نام آلبومه که نخیر نام آلبوم وقفه کوتاه. وقفه کوتاه معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم. وقفه کوتاه هم یه بازیه با این قضیه‌ای که بین آلبوم قدیمی تا الان وقفه کوتاه وقفه بلندی بوده. ولی ما اسمش رو وقفه کوتاه. وقفه کوتاه ولی اوسیان یکی از کارهایی است که ویدیو شد. راجب خانم‌ها و مسائل زنانه هستش. می‌خوام خودمون خانومیم. یه مقدار راجع به مادرها و زنایی که در خانه هستن و اینی که تمام دلشون تو دلشون پره، این حرف زنه، حرف زنانه است. این زن محدود نمیشه که در ایران زندگی میکنه. آره. یا در میتونه در خارج از ایران باشه، میتونه داخل ایران باشه. یه زنه ایگه که در خانه داره، زن خانه دار. و این مشکل رو من در آمریکایی‌ها می‌بینم، در غربی‌ها و شرقی‌ها، حتما تو ایران شاید بیشتر باشه این قضیه. بله. ولی این احساس خفقانی که بله. زنان میکنن وقتی که مثلا شما ازدواج میکنی بعضی مدتی مادر میشین و اینا، میتونین توی سیچویشن توی جای قرار بگیرین که واقعا نفس کشیدن سخته. برای اینکه آدم باید بتونه کار خودش هم انجام بده در کنار این کار. شما نمیتونی فقط به اسم مادر و زن و زن یه نفر دیده بشید. شما یه انسانید و میخواین کارهای دیگه هم انجام بدین در زندگیتون. این یه صحبتیه. شعر از کی؟ شعر از ساناز زارعسانی، یکی از دوستای خوبم که در آلمان زندگی میکنه. یه خانم شاعری که بسیار کارش زیباست و آهنگش هم از ساسان عزودی که اونم در آلمان زندگی میکنه. بله. بریم این کراش که؟ بله ولی این موزیک ویدیو رو نگاه میکنیم و این خدافزی کنیم. نه ازش خواهش کردم چند دقیقه. دو سه روزه که دستمو تو آشپزخونه گم کردم، حواسم پیش ظرفا نیست، دارم بیهوده میگردم. دو سه روزه دلم میخواد بخوام کوتاشه، زنم یا مرد یا هر دو، واسه شهری معماشه. میخوام از روی این دامن گلای سرخو بردارم، از این حس زن بودن دو سه روز بیزارم. میدونی دل من عمریه بیبخشم، هوای پر زدن کرده، قفس رو باز بذار تا شاید یه روزی دوباره پرنده برگرده. میخوام که مال خودم باشم، میخوام از نیمه برگردم.
باعث خاموشی من بود. میدونی دل من عمریه بی وحشت هوای پر زدن کرده، قفس رو باز بذار تا شاید یه روزی دوباره پرنده برگرده برگرده. دریا بسپرم، میدونم که خیلی وقته بزن بودن بده کارم، تو این باغ عروسک ها نمیتونم خودم باشم، میرم بیراه رو تا 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 اون روزی که شاعر شم. میدونی دل من عمریه بی وحشت هوای پر زدن کرده، قفس رو باز بذار تا شاید یه روزی دوباره پرنده برگرده. قفس رو باز بذار تا شاید یه روزی دوباره پرنده برگرده. مرسی. شهرزاد خانم استفالو، در این دو سه دقیقه‌ای که من وقت دارم، با توجه به اینکه خیلی شما به جامعه زنان و اینکه به جامعه ایرانیان خارج از کشور اهمیت میدید، یادم میاد یکی از شعرهایی که خونده بودید که داشتید میگفتید فکر میکنن که ما همش کنار دریایی، اعتراض، اونم خیلی زیبا بود، خیلی پرمعنی پرمحتوا بود. آیا این به خاطر تحصیلات عالیه شما در رشته جامعه شناسی است که دوست میدارید یک پیام‌هایی رو از در کلام ترانه و آهنگ به مردم منتقل کنی، یا این که نه این احساس شخصی خودتون رو به عنوان یک زن؟ فکر کنم احساس شخصی به عنوان یک انسان، به عنوان زن، به عنوان ایرانی، به عنوان فقط کسی که وقتی من خودم مثلا داشتم بزرگ می‌شدم، برام آهنگایی که توش پیامی بود همیشه خیلی خیلی مهم بود، مثلا آهنگ جان لنون ایمیجینش. بله. خب اینا خوبه در کنار هر کار هنری که آدم میکنه گاهی وقتا هم یه چیزی راجع به جامعهش بخونه. بله. اشارهی بکنه، اینا به نظر من زیباست و خوبه، یه کاری که از دست ما برمیاد چرا انجام ندیم. اگر دخترهای شما بگن که ما میخواییم مامان بریم تو موزیک بارشیم، تو شما به عنوان یه مادر؟ آره حتما، من که کاملا پشتیبانشون هستم. دکتر میخوان بشن هستم، خواننده میخوان بشن، هنرپیشه، همه اینا. از الان بهشون نمیگه انشالله وقتی نه انشالله دکتر میشی یا با دکتر ازدواج میکنی؟ نه فعلا نه. بسیار خوشحال شدم شهرزاد جان که دعوت من رو قبول کردی. خواهش می‌کنم به دکتر سلام برسید، بچه‌ها رو ببوسید. از لطف شما هم همیشه ممنونم، برای اینکه شما هیچ وقت منو فراموش نمی‌کنید. خیلی فراموش می‌کنن شما نه. جدا میگم بسیار بسیار شخصیت قابل احترامی هستی و به همین دلیل اتفاقا من با آقای شبخیز گفتم که مهمان برنامه هم خانم شهرزاد صاحب گفت چطور لطف دارم. خیلی شبخیز هم خیلی بهتون سلام رسوندم با تمام بچه های تلویزیون ایران ITN و از شما تشکر میکنم که دعوت من قبول کردی. از علیرضا عزیزم بسیار سپاسگزارم که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشت. تا برنامه دیگر براتون روزها و شبهای بسیار خوبی رو آرزو دارم. امیدوارم که از مجموعه برنامه امروز تاک شو هم لذت برده باشین. بسیار ممنون.